سلام میکنم به دوستای خوبم در آستین. من علی رجبی هستم. یک بحثی همیشه توی نرم افزار فتوشاپ وجود داره و در حقیقت در عکاسی و برای عکاسای ما، اونم این که اطلاعات عکس ما در حقیقت اگزیف یا متا دیتا عکس ما اولا کجاست، ثانیا اگر ما بخوایم اون رو از بین ببریم چطور میتونیم کار انجام بدیم. خیلی از اوقات شما ممکنه که نخواین اطلاعاتتون رو توی عکستون بذارین و در دسترس عموم نباشه. در مورد فایل و در زیرمجموعه اون، در قسمت فایل اینفو شما باکسی رو دارید یا جعبه‌ای رو دارید که تمامی اطلاعات مربوط به یک تصویر اینجا گنجونده میشه. در قسمت دیسکریپشن حالا توضیحاتی که شما وارد می‌کنید، کپی رایت باشه، حتی آدرس وبسایت می‌تونید بدید www.autrintc.com یا هر وبسایت دیگه‌ای، تصویر شما کپی رایتد باشه، کپی رایت نوتیسش چی باشه، یا IPTC دارین که کریئتور کی باشه و بعد چیزهای دیگه که شما اینجا پر میکنید. اما در مهمترین قسمت، یعنی قسمت کامرا دیتا، شما اطلاعات مربوط به تصویرتون رو دارید. اینکه با چه شاتر اسپیدی عکاسی شده، در چه تاریخی، در با چه دوربینی، با چه دیافراگمی، با چه ایزویی، با چه لنزی و و آیتم های دیگه، و شما نمیخواید اینها در معرض عموم قرار بگیره و نمیخواید کسی اینها رو ببینه. دو روش وجود داره. یا اینکه شما میتونید این تصویر رو کپی پیست کنید توی فایل نیو، کنترل A میزنید که کل تصویر انتخاب میشه و بعد کنترل C اینو کپی میکنید، در واقع تیا میتونید بیاید برای ادیت کپی رو بزنید. حالا اگر کنترل N رو بزنید، به خاطر اینکه فایلی که کپی کردید توی کلیپ بورد شما قرار گرفته یا در رم شما قرار گرفته، تصویر جدید شما هم با همون ابعاد باز میشه. اوکی میکنم، کنترل V پیست میکنم. حالا اگر بیام در منوی فایل و در قسمت فایل اینفو، خالی کامرا دیتا من کاملا خالیه و شما میبینید که تمامی اطلاعات اینجا از بین رفته. یک روش قدیمی است، یعنی این روش قدیمی است که استفاده میشه. روشی هست که شما میتونید خیلی کنترل بیشتری داشته باشید روی متا دیتا تصویرتون و اونم سیو فور وب. در مورد فایل، اگر شما بخواید فایلتون رو آماده سازی بکنید برای وب یا دیوایسز، حالا برای موبایل، حالا با قسمت دیوایسز ما کاری نداریم، سیو فور وب اند دیوایسز، به معنی اینکه من کلیک میکنم روی سیو فور وب، اولا شما میتونید که پسوند مورد نظرتون انتخاب بکنید، پی ان جی باشه، جی پی باشه یا هر پسوند دیگه ای که حالا من جی پی رو انتخاب میکنم. اما مهمترین قسمت کجاست؟ مهمترین قسمتی که در جعبه سیو فور وب وجود داره قسمتی است به اسم متا دیتا، یعنی این قسمت که شما زمانی که لیست رو باز میکنین میتونید تعیین بکنید که چه متا دیتایی برای شما اینجا مورد استفاده قرار بگیره. فقط کپی رایت باشه، کپی رایت و کانتکت اینفو توی اطلاعات عکس شما قرار بگیره، همه اطلاعات غیر از کامرا، اطلاعات کامرا اینفو یا all، یعنی همش رو داشته باشید یا اینکه نان. من all except کامرا اینفو رو انتخاب میکنم و یا اینکه میتونم کپی رایت و کانتکت اینفو رو انتخاب بکنم، تفاوتی نمیکنه. متا دیتا رو میخوام کپی رایت و کانتکت اینفو رو داشته باشه. سیو رو میزنم، از من میپرسه که کجای رو ذخیره میکنم، حالا یک اسم میدم 1 2 3 4 5 فرق نمیکنه. سیو رو میزنم روی دسکتاپ خودم، سیو کردم و تمام. کنترل او و میام روی دسکتاپم و فایلم رو اینجا خیلی ساده فکر می‌کنم بتونم پیداش بکنم و اوپن رو میزنم. زمانی که فایلم رو اینجا باز میکنم، حالا اگر بیام در منوی فایل در قسمت فایل اینفو، کامرا دیتا من خالیه، آی پی تی سی یا دیسکریپشن، تلت دیسکریپشن که من قبلا دادم رو اوکی نکردم که اینجا باقی بمونه، ولی کامرا دیتا من از بین رفته و فقط ابعادش مونده و رزولوشنش هم که هیچ، در واقع 72 دی پی آی هست که اینجا وارد اینچش نوشته شده. پس از این دو روش میشه استفاده کرد. یک توصیه که من به شما دارم اینه که دوستای خوب من، هرچند دیدید که یه مسئله این وجود داشت، این که شما یه لحظه اگه دقت کرده باشید رنگ بین دو تصویر تفاوت داشت. اون بحثی بود که پروفایل رنگی سیف فور وب با پروفایلی که من در فتوشاپ استفاده میکنم متفاوته. نکته‌ای که میخوام راجعش صحبت بکنم اینه که خیلی از اوقات شما باید از عکستون و تصاویرتون در واقع پروتکت بکنید یا محافظت بکنید برای اینکه به هر حال ازش سوء استفاده نشه. پس برای این به این دو روش میتونید متا دیتای عکستون رو از بین ببرید.